کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangfarsi.com مراجعه فرمایید. تفسیر خواب. تفسیر خواب اثری از پروفسور زیگموند فروید، سرسلسله دانش روانشناسی نوین. صفحه 355. من داشتم با خانمی که به رستوران باغ ملی می رفتم و بعد یک تکه مبهم آمد، یک وقفه. سپس من خود را در سالن یک فاحشه خانه یافتم. در آنجا دو یا سه زن را دیدم، یکیشان با زیر پوش بود. تحلیل: خانمی که دختر رئیس پیشین او و همانطور که او خودش پذیرفت به جای خواهر او بود. او به ندرت فرصت داشت با وی سخن بگوید، ولی یک بار با هم گفتگویی داشتند که در آن درست مثل این بود که ما از جنسیتمان آگاه شده بودیم. درست مثل این بود که گفته باشم من مرد هستم و تو زن هستی. او تنها یک بار به رستوران مورد بحث رفته بود با خواهر شوهر خواهرش، دختری که به هیچ روی با او تناسب نداشت. بار دیگر با یک گروه سه نفره از خانم‌ها تا مدخل ورودی همین رستوران رفته بود. این سه خانم عبارت بودند از خواهرش، زن برادرش و خواهر شوهر خواهرش که همکنون از او نام بردیم. او با تمام آنها بسیار بی‌اعتنا بود، ولی تمام این سه نفر در طبقه خواهر قرار گرفته بودند. او بسیار به ندرت به فاحشه خانه رفته بود، تنها دو یا سه بار در عمرش. تفسیر بر اساس تکه مبهم و وقفه در رویا صورت گرفت و این نظر را به دست داد که او با کنجکاوی پسرانه اش گاهی، اگرچه فقط به ندرت، جهاز تناسلی خواهرش را که از او چند سالی بزرگتر بود وارسی کرده بود. چند روز بعد او به طرز آگاهانه گناهی را که رویا با آن اشاره کرد به خاطر آورد. محتوای تمام رویاهایی که در یک شب واحد روی می‌دهند بخشی از یک کل واحد را می‌سازند. در واقع قسمت شدنشان به چند بخش و نیز گروه بندی و تعداد این بخش‌ها جملگی دارای معنایی است و می توان آن را به مثابه یک قطعه اطلاعات که از رؤیا افکار پنهان سرچشمه می گیرد متمه نظر قرار داد. در تفسیر رؤیاهایی که از چند بخش عمده تشکیل می شوند یا به طور کلی رؤیاهایی که خلال یک شب واحد ظاهر می شوند، این احتمال را نباید از نظر دور داشت که این نوع رؤیاهای جدا و متوالی ممکن است
معنای واحدی داشته باشند و انگیزه‌ای واحد را در مصالح مختلف بیان کنند. اگر چنین باشد، نخستین رؤیا از این رؤیاهای مهم، همفکر، غالباً مخدوشتر و خجولانه تر است، در حالی که در آن در پی می آید دارای وضوح و اعتماد به نفس بیشتری خواهد بود. رویاهای فرعون در تورات، در باب گاو و خوشه های زورت که یوسف تفسیرشان کرد از این نوع بودند. این رویاها را یوسفئوس تاریخ یهودان باستان کتاب دوم فصل پنجم مفصلتر از تورات نقل می کند. پس از آن که شاه رویای اول را بازگو کرد گفت: پس از دیدن این خواب بیدار شدم و در حالی که پریشان بودم و به خود می گفتم این چه رویایی بود، بار دیگر به خواب رفتم و رویای دیگری دیدم عجیبتر از قبلی که من را بیشتر به وحشت افکند و پریشان کرد. یوسف از شنیدن شرح رویای شاه پاسخ داد: این رویا شاها اگرچه در دو شکل دیده شدند، به یک حادثه واحد اشاره دارند. یونگ 1910 در ادای دین به روانشناسی شایعه شرح می دهد که چگونه رویای عاشقانه تغییر شکل داده یک دختر مدرسه ای را دوستان همکلاسش بدون هیچ تفسیری درک کردند و اینکه چگونه این رویا ساخته شد و تغییر شکل داد. او درباره یکی از این حکایت‌های رویایی می‌گوید: واپسین اندیشه در رشته طولانی رویا تصاویر مشتمل است بر دقیقاً آنچه تصویر اول در این رشته کوشیده بود نشان بدهد. سانسور موضوع را تا جایی که می‌تواند دور نگاه می‌دارد و این کار را از رهگذر یک سلسله نماهای نمادین نو، جابجایی‌ها، ماسک‌های معصومانه و غیره به انجام می‌رساند. شرنر با این قرابت روش بازنمایی در رؤیاها آشنا بود و آن را در ارتباط با نظریه محرک‌های جسمانی به مثابه یک قانون خاص توصیف می‌کند. محاذا نهایتاً در تمام رؤیا ساختارهای نمادین که از محرک‌های عصبی خاص در چشم می‌گیرند، تخیل یک قانون کلی را در نظر می گیرد. در آغاز یک رویا چیزی را تصویر می کند که تنها با دورترین و نادقیق‌ترین اشارات محرک در آن قابل تشخیص است. ولی در پایان هنگامی که طغیان تصویری تمام شد، خود محرک را به طور عریان نشان می دهد یا بسته به مورد عضو مربوطه را یا کارکرد آن عضو را. و بدین وسیله رویا با معرفی کردن دلیل جسمانی واقعیش به هدفش نایل می شود. اوتورانگ 1910 این قانون شرنر را دقیقاً تایید کرده است. وی رویای دختری را گزارش کرد که تشکیل شده بود از دو رویای جداگانه با فاصله میانشان در خلال یک شب که رویای دومی به اورگاسم ختم شده بود. می توان تفسیر مفصلی از این رویای دوم حتی بدون مشارکت‌های رویابین به دست داد. شمار پیوندهای میان محتواهای دو رویا مشاهده این امر را ممکن کرد که رویای نخست به گونه‌ای خجولانه تر همان چیزی را بازنمایی می کرد که رویای دوم. بدین طریق رویای دوم، رویایی که شامل اورگاسم بود، به توضیح کامل اولی یاری کرد. رانک به درستی بر پایه این نمونه بحثی در باب رؤیاهای اورگاسم یا انزال به پیش می‌کشد که برای نظریه رؤیاورزی حائز اهمیت است. محاذا به تجربه من این تنها امر نادری است که انسان در موضعی باشد که وضوح یا اغتشاش یک رؤیا را از رهگذر حضور اطمینان یا تردید در مصالح آن تفسیر کند. بعداً به عاملی در رؤیا تکوین خواهم پرداخت که تا کنون از آن سخن نگفتم، عاملی که تأثیری قاطع در سنجه این کیفیات در هر رؤیایی اعمال می کند. به صفحه 404 نگاه کنید. گاهی اوقات در رؤیایی که در آن یک وضعیت و حال و هوای واحد برای مدت زمانی دوام می آورد،
وقفه پیش می آید که با این کلمات توصیف می شود، ولی بعد انگار در همان زمان مکان دیگری بود و در آنجا چنین و چنان شد. پس از مدتی رشته اصلی رؤیا ممکن است از سر گرفته شود و معلوم شود آنچه آن را قطع یا دچار وقفه کرده بود یک جمله پیرو در رؤیا مصالح بود، یک فکر الحاقی، یک جمله شرطی در رؤیا افکار در رؤیا به وسیله همزمانی بازنمایی شده است اگر به وقتی بدل شده است. معنای احساس بازماندن از حرکت که به کرات در رؤیاها دست می‌دهد و به اضطراب بسیار نزدیک است چیست؟ انسان می‌کوشد به پیش برود ولی می‌بیند در جایش میخکوب شده است، یا انسان می‌کوشد چیزی را بگیرد ولی مجموعه‌ای از موانع سد راه او می‌شود. قطاری در حال به راه افتادن است ولی انسان نمی‌تواند سوار شود. انسان دستش را برای دفاع در برابر حمله‌ای بلند می‌کند ولی می‌بیند رمقی در آن نیست و غیره. ما قبلاً با این احساس در رؤیاهای مربوط به عریانی مواجه شده‌ایم، ولی هنوز کوششی جدی برای تفسیرش به عمل نیاورده‌ایم. پاسخی آسان ولی ناکافی این است که بگوییم فلج حرکتی در خواب غالب می‌شود و ما با احساس یاد شده از آن آگاه می شویم. ولی ممکن است پرسیده شود چرا در این صورت ما دائما در رؤیا دچار فلج حرکتی نمی شویم؟ و معقول است بپنداریم که این احساس به رغم اینکه می تواند در هر لحظه‌ای در خلال خواب فراخوانده شود در خدمت تسهیل برخی از انواع بازنمایی قرار می گیرد و تنها زمانی به وجود می آید که مصالح رؤیا افکار نیازمند بازنمایی به این شیوه باشد. این قادر به انجام هیچ کاری نبودن همیشه در رؤیاها به مثابه یک احساس ظاهر نمی شود، بلکه گاهی اوقات صرفاً بخشی از محتوای رؤیاست. موردی از این دست به نظر من خصوصاً بر معنای این ویژگی رؤیاورزی پرتو می افکند. در اینجا روایت خلاصه شده ای از رؤیایی نقل می شود که در آن من ظاهراً به نادرستی متهم شدم. مکان آمیزه‌ای بود از یک آسایشگاه خصوصی مسئولین و چند نهاد دیگر. یک پیشخدمت مرد آمد و من را برای بازجویی فراخواند. من در رؤیا می دانستم که چیزی گم شده بود و بازجویی به خاطر این بود که زن برده بودند. من شیء مفقود را تصاحب کردم. تحلیل نشان داد که بازجویی باید به دو معنا گرفته می شد و معاینه پزشکی یکی از معانی بود. من آگاه از بیگناهی خود و نیز این واقعیت که من در آن تشکیلات سمت مشاور داشتم آرام با پیشخدمت به راه افتادم. دم در ما با پیشخدمت دیگری روبرو شدیم که با اشاره به من گفت چرا او را آورده ای؟ او مرد محترمی است. آنگاه من بدون مراقبت به تالار بزرگی رفتم که در آن ابزار و ادواتی بود که دوزخ را به من یاد آورد. دوزخی با ابزارهای جهنمی به کیفر رساندن. به روی تخت شکنجهی یکی از همکارانم را دیدم که به دلایل بسیار باید متوجه من می شد، ولی او توجهی به من نکرد. آنگاه به من گفته شد که می توانم بروم، ولی با وجود این من نمی توانستم کلاهم را پیدا کنم و نمی توانستم بروم. آرزو تحقق رؤیا ظاهراً در این نهفته بود که مرا شخص محترمی قلمداد کرده بودند و به من گفته بودند که می توانم بروم. از این رو می باید همه گونه مصالح در رؤیا افکار بوده باشد که خلاف این را بگوید. این که من می توانستم بروم نشانه از بخشودگی من بود. اگر چیزی در پایان رویا روی داد که من را از رفتن باز داشت، معقول می نماید بپنداریم مصالح فرو خورده‌ای که خلاف این را می گفت در این نقطه داشت خود را نشان می داد. ناتوانی من در یافتن کلاهم از این رو بدین معنا بود که گذشته از هر چیز تو مرد محترمی نیستی، پس قادر به انجام کاری نبودن در این رویا راهی برای بیان یک ضدیت، یک نبود،
پس گفته پیشینم صفحه 339 که رؤیاها نمیتوانند بیانگر یک نباشند نیازمند تصحیح است. توضیح حاشیه: در تحلیل کامل این رؤیا اشاره‌ای به رویدادی در کودکیم بود که با زنجیره تداعی زیر بدان رسیدم. مور عرب مغربی وظیفه‌اش را انجام داده است. مور می‌تواند برود. شیلر صحنه 4 تدوی 3. وظیفه: در واقع نقل قول غلطی برای کار، سپس یک لغز کنایه دار پیش آمد. مور چند ساله بود که وظیفه‌اش را انجام داد؟ یک ساله، چون آنگاه می‌توانست برود، هم به معنای رفتن و هم راه رفتن. معلوم می شود که من با چنان موهای سیاه در هم پیچیده‌ای به دنیا آمدم که مادر جوانم اعلام کرد که من یک مغربی کوچکم. ناتوانی من در یافتن کلاه هم اتفاقی بود از عالم بیداری که در بیش از یک معنا به کار آمد. مستخدمه ما که در جمع و جور کردن چیزها استاد بود پنهانش کرده بود. پایان این رؤیا همچنین انکار افکاری غم‌انگیز در باب مرگ را در خود پنهان کرده بود. خیلی مانده است که من وظیفه‌ام را انجام دهم، پس نباید هنوز بروم. با تولد و مرگ در این رؤیا درست همانطور رفتار شد که در رؤیای گوته و بیمار مفلوج که اندک زمانی بیش از آن دیده بودم رفتار شده بود. به صفحه 348 و 467 رجوع کنید. ادامه متن: در رؤیاهای دیگر که در آنها انجام گرفتن یک حرکت به مثابه یک احساس و نه صرفاً یک وضعیت نمودار می شود، احساس بازداشته شدن یک حرکت بیان نیرومندتری به همین تضاد می بخشد. اراده ای را بیان می کند که در تقابل با یک ضد اراده قرار می گیرد. از این رو احساس بازداشته شدن از حرکت یک کشمکش اراده را بازنمایی می کند. به صفحه 262 رجوع کنید. ما بعدها در صفحه 599 خواهیم دید فلج حرکتی در خواب دقیقاً یکی از مؤلفه‌های اساسی فرایند روانی در خلال رؤیاوردی است. حال تکانه‌هایی که در امتداد مسیرهای حرکتی بخش می‌شود چیزی جز یک اراده نیست و این واقعیت که ما یقین داریم این تکانه در خلال خواب از حرکت باز می‌ماند، آن چیزی است که کل فرایند را برای بازنمایی یک عمل اراده و یک نه که با آن مخالفت می‌ورزد به طرز تحسین انگیزی متناسب می‌کند. همچنین در شرح من از اضطراب آسان می‌توان دید چرا احساس منع اراده این چنین به اضطراب نزدیک است و غالباً در رؤیاها با آن پیوند می‌خورد. اضطراب یک تکانه لیبیدویی است که منشأ آن در ناخودآگاه است و به وسیله پیش آگاهی منع می شود. از این رو هنگامی که احساس من با بازداشته شدن در رؤیایی با اضطراب پیوند می خورد، باید عملی ارادی در میان باشد که در زمانی قادر به تولید لیبیدو بود، یعنی باید موضوع تکانه جنسی در میان باشد. من در جای دیگری به معنا و اهمیت روانی این داوری خواهم پرداخت که غالباً در رؤیاها به شکل زیر بیان می شود. از هرچه بگذاریم این تنها یک رؤیاست. در اینجا پیشا پیش فقط خواهیم گفت که این امر به قصد کاستن از اهمیت آنچه به رؤیا دیده می شود انجام می گیرد. مسئله جالب و مربوط به بحث ما یعنی این که وقتی بخشی از محتوای رؤیایی خودش در رؤیا به مثابه رؤیا قلمداد می گردد، معمای رؤیا در رؤیا به وسیله اشتکل که به تحلیل نمونه های متقاعد کننده مبادرت کرده به گونه مشابه حل شده است. نیت بار دیگر همانا کاستن از اهمیت آنچه در رؤیا به رؤیا دیده می شود است و تهی کردن آن از واقعیتش. آنچه در رؤیایی پس از بیدار شدن از رؤیای درون رؤیا دیده می شود، آن چیزی که رؤیا آرزو می خواهد به جای یک واقعیت محو شده بنشاند. از این رو ایرادی ندارد که بپنداریم آنچه در رؤیایی به رؤیا دیده شده است یک بازنمایی واقعیت است. به یادآوری راستین،
در حالی که ادامه رؤیا به عکس صرفاً آنچه رؤیا بین آرزو می کند بازنمایی می کند. پس گنجاندن چیزی در رؤیا درون رؤیا همسنگ این است که آرزو شود کاش آن چیز که به مثابه یک رؤیا توصیف شد هرگز اتفاق نیفتاده بود. به عبارت دیگر، اگر رویدادی خاص در رؤیایی به مثابه یک رؤیا به وسیله خود رؤیاکار گنجانده شود، به معنی تایید بسیار قاطع واقعیت آن رویداد محکمترین تصدیق آن است. رؤیاکار که از رؤیاورزی به مثابه شکلی از انکار مدد می‌جوید و بدین گونه این کشف را تایید می‌کند که رؤیاها همانا تحقق آرزوها هستند. دال ملاحظاتی در باب بازنمایی پذیری صفحه 362. ما تا اینجا مشغول پژوهش در باب وسایلی بودیم که رؤیاها با آنها روابط میان رؤیا افکار را بازنمایی می کنند. در جریان این پژوهش معهازا ما چندین بار به موضوع ماهیت عمومی تغییراتی که مصالح رؤیا افکار به قصد تکوین رؤیا متحمل می شوند برخوردیم. ما دریافته این که این مساله که به میزان زیادی از روابطش منسک شده است تسلیم یک برایند فشرده سازی می گردد، در حالی که همزمان جا به جایی هایی میان عناصرش ضرورتاً موجب همارزشی روانی مساله می شود. جا به جایی هایی که ما تا کنون ملاحظه کرده ایم عبارت بودند از تعویض فکری خاص با فکری دیگر که ارتباط تنگاتنگی با آن داشت و این جا به جایی ها در خدمت تسهیل تراکم بودند، به طوری که از رهگذر آنها به عوض دو عنصر یک عنصر مشترک منفرد میانجی به رؤیا راه میافت. ما هنوز به نوع دیگری از جا به جایی اشاره نکرده ایم. معهازا تحلیل ها به ما نشان می دهد که نوع دیگری وجود دارد که خود را در تغییری در بیان کلامی افکار مربوطه عیان می کند. در هر دو مورد یک جا به جایی در امتداد زنجیره تداعی ها هست، ولی فرایندی از این نوع می تواند در فضاهای روانی مختلف صورت بندد و پیامد جا به جایی ممکن است در مورد این باشد که یک عنصر با عنصر دیگر تعویض شود، در حالی که پیامد در دیگری ممکن است این باشد که یک عنصر منفرد شکل کلامیش را با دیگری عوض کند. این نوع دوم جابجایی که در تکوین رؤیا صورت می‌گیرد نه تنها از لحاظ نظری اهمیت بسیار دارد، بلکه به خصوص برای توضیح ظهور نامعقولی شگفت انگیزی که رؤیاها در آن پنهان می‌شوند به خوبی به کار می‌آید. جهتی که جابجایی اختیار می‌کند معمولاً به بیان بیدرنگ و مجرد در رؤیا افکار که جای خود را به بیان تصویری و ملموس داده است راه می‌برد. مزیت و همینطور هدف چنین تغییری واضح است. چیزی که تصویری است و از لحاظ رؤیا چیزی که قادر است بازنمایی شود می تواند در وضعیتی وارد شود که در آن اظهارات مجرد همان نوع مشکلاتی را برای بازنمایی در رویا به بار می آورند که یک سرمقاله سیاسی در روزنامه برای تصویرگر به بار می آورد. نه تنها بازنمایی پذیری، بلکه منافع تراکم و سانسور نیز می توانند خوشه چینان این تعبیر باشند. یک رؤیا فکر تا زمانی که به گونه‌ای مجرد بیان می شود غیر قابل استفاده است، ولی به محض آن که به زبانی تصویری تبدیل شد تقابل‌ها و همانند سازی‌هایی از آن دست که رؤیاکار طلب می کند و اگر از پیش حاضر نباشند آنها را می آفریند، آسان‌تر از قبل میان شکل جدید بیان و باقی مانده مصالحی که رؤیا را رقم می زند ایجاد می شود. این از آن روز که در هر زبانی واژه‌های ملموس به طبع تاریخ رشدشان در تداعی‌ها غنی‌تر از واژه‌های انتزاعی هستند. می‌توان چنین پنداشت که بخش قابل توجهی از کار میانی که در خلال تکوین یک رؤیا انجام می‌گیرد
و در پی تقلیل رؤیا افکار پراکنده به موجزترین و یگانه ترین بیان ممکن است، در راستای یافتن تبدیلات کلامی مناسب برای افکار منفرد به پیش می رود. هر فکری که شکل بیانش به دلایل دیگری تثبیت شود، به گونه‌ای گزینشگر و تعیین کننده روی اشکال محتمل بیان که به افکار دیگر تخصیص دارد عمل می کند و این کار را شاید از همان آغاز انجام می دهد، همانطور که در نوشتن یک شعر این امر صادق است. اگر شعری قرار است با قافیه نوشته شود، مصرع دوم بیت با دو شرط مقید می شود. باید معنای متناسبی را بیان کند و بیان این معنا باید با بیت اول هم قافیه باشد. بیشک بهترین شعر آنی است که ما در آن متوجه نیت یافتن قافیه نشویم و در آن دو اندیشه از رهگذر تأثیر متقابل از همان آغاز یک بیان کلامی را انتخاب کرده اند که اجازه می دهد قافیه تنها با اندک تعدیل بعدی ظاهر شود. در مواردی تغییری از این دست در بیان حتی به گونه‌ای مستقیم تر به رؤیا تراکم کمک می کند. از رهگذر یافتن شکلی از واژه‌ها که به دلیل ابهامش قادر است بیش از یک رؤیا اندیشه را بیان کند. بدین طریق کل قلمروی هوش کلامی در اختیار رؤیاکار قرار می‌گیرد. لازم نیست از نقشی که کلمات در تکوین رؤیا بازی می‌کند حیرت کنیم. کلمات از آنجایی که نقاط گرهی عقاید بسیارند، ممکن است محکوم به ایهام در نظر آیند. فراوان نژندی ها، فی‌المثل در وسواس ها و فوبی ها یا هراس ها کمتر از رؤیاها از مزایایی که کلمات ارائه می دهند برای تراکم و تغییر قیافه بی‌شرمانه استفاده نمی کنند. آسان می توان نشان داد که رؤیا تحریف نیز از جابجایی بیان سود می برد. اگر یک کلمه دارای ایهام به عوض دو کلمه فاقد ایهام بیاید، نتیجه گمراه کننده است. اگر شیوه بیان روزانه و جدی ما با شیوه بیان تصویری تعویض شود، درک ما دچار وقفه می گردد. به ویژه چون هرگز رؤیا به ما نمی گوید که آیا عناصرش قرار است تحت لفظی تفسیر شوند یا به معنای مجازی، یا آیا قرار است آنها با مصالح رؤیا افکار به طور مستقیم ارتباط داشته باشند یا از طریق وساطت شیوه بیانی دیگر. در تفسیر هر رؤیا عنصری به طور کلی باید از خود پرسید: الف، آیا باید آن را به معنای مثبت گرفت یا منفی، به مساوی یک رابطه آنتیتزی؟ ب، آیا باید آن را به طور تاریخی به مساوی یک خاطره تفسیر کرد؟ ج، آیا باید آن را به طور نمادین تفسیر کرد؟ د، آیا تفسیرش به کلامش بستگی دارد؟ با این همه، به رغم تمام این ابهام، منصفانه است بگوییم که فراورده‌های رؤیاکار که باید به خاطر داشت به این نیت ساخته نمی‌شوند که فهمیده شوند، برای مفسرانش بیش از خطوط هیروگلیف باستانی برای آنان که در صدد خواندنشان هستند مشکل آفرین نیست. من پیش از این نمونه‌های چند از بازنمایی‌ها در رؤیاها به دست دادم که تنها به واسطه ابهام کلامشان منسجم می شوند. برای مثال، او دهانش را درست باز کرد در رؤیای تزریق ایرما صفحه 116 و گذشته از هر چیز نمی توانستم بروم. در رؤیایی که آخر از همه نقل کردم صفحه 358، حال رؤیایی را ثبت می کنم که در آن تبدیل اندیشه انتزاعی به تصاویر نقش شایان توجهی ایفا می کند. تفاوت میان این رؤیا تفسیر و تفسیر به وسیله نمادگرایی محاضا می تواند کاملا مشخص شود. در مورد رؤیا تفسیر نمادی، کلید نمادی کردن به وسیله مفسر به طور دلبخواهی انتخاب می شود.
در حالی که در موارد تغییر چهره‌های کلامی کلیدها معمولاً به وسیله کاربرد زبانی محکم، ریشه دوانده، متمایز و معین می‌شوند. اگر انسان اندیشه مناسب را در لحظه مناسب در اختیار داشته باشد، می‌تواند رؤیاهایی از این دست را به تمامی یا تا اندازه‌ای حتی مستقل از اطلاعات رؤیابین تفسیر کند. خانمی از آشنایان من رؤیای زیرا داشت. او در اپرا بود. اپرایی از واگنر اجرا می شد و تا 7:45 ادامه یافته بود. در غرفه ها میزهایی چیده بودند که دورشان مردم مشغول خوردن و نوشیدن بودند. پسری از منصوبین او که تازه از ماه عسل بازگشته بود سر میزی با زن جوانش نشسته بود. بشراف‌زاده‌ای در کنار آنها نشسته بود. زن منصوب وی آنطور که معلوم شد او را با خود از ماه عسل آورده بود. کاملا آشکار، درست همانطوری که کسی ممکن است با خود کلاهی بیاورد. در میان غرفه های برج بلندی بود که بر فراز خود سکویی داشت، محصور در نرده آهنی. آن بالا رهبر ارکستر بود که خطوط چهره هانس ریختر را داشت. او مدام درون نرده آهنی می دوید و به شدت عرق می ریخت و از آنجا ارکستر را که پایین برج جمع شده بودند رهبری می کرد. او خود در لوژی با زنی از دوستانش که او را می شناختم نشسته بود. خواهر کوچکترش خواست از غرفه ها به او تکه بزرگی زغال سنگ برساند، چون او ندانسته بود که اینقدر طول می کشد و هوا اینقدر سرد است. به گونه ای که گویی لوژها در خلال این نمایش طولانی نیازی به گرم کردن داشتند. اگرچه این رؤیا به خوبی و وضعیتی واحد متمرکز بود، با وجود این از جهات دیگر به قدر کفایت مهمه. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangefarsi.com مراجعه فرمایید.